سلام، این ویدیو را اصلا از دست ندید چون قراره هم طرز تهیه قلیه ماهی و هم سرخ کردن ماهی رو به روش جنوبی ها و یکی از اصیل ترین محله های بندر عباس محله سورو از اشرف خانم یاد بگیریم. اشرف خانم قبلا هم طرز تهیه صبحانه بلالید و پلو میگو یا همون حواری میگو رو آموزش دادن، پس با ما همراه باشید. یه قلیه مایی، اول روغن ریزیم قشنگ تا روغنش داغ بشه. این روغنش در حال داغ بودن سبزیم قشنگ کنم توی روغن تا قشنگ بود سمیکیش بپرد. یعنی هم اینا زرچوب قشنگ توی روغن کاتی بکنه. این سبزی به قلیه گشنیز، مثلا سه جا گشنیز کنی، یک جا شنبلیله کنی، دو تا دونه پیاز، دو تا بوتا سیر، ایشون همه با هم چرخه کنی. یه بو سبزی مال چه؟ مال قلیه مایی. پس سیر و پیاز و گشنیز و شنبلیله. شنبلیلهش به چی حکنگ ما یه جا بکنی؟ به خاطر که یکم تلخه هم زمخته بود. گشنیز باید بیشتر بکنی که بوی عطرش بیشتره. سیر و پیازش هم همتو به اندازه باید بکنین که قشنگ این قلیت بود. سیر و پیازشون قشنگ بود سهاری مایید بچین. خب الان تو این روغن مانوزه تا بعدش که قشنگ سرخ بشه به رنگ ماشی رنگ یا به رنگ یشمی رنگ، تا ایشالا که سرخ که بود بعدش دیگه مرحله بعد دیندشون تو نده. الان قشنگ این سبزی چه بود؟ سرخ بود تو روغن و زرچوب، ایشون هم گشنیز و شنبلیله و پیاز و سیر گشت قشنگ. الان رنگ خوب فرقه که بعد اتون چه کنیم؟ گوجه هم که عقب ریز مکیده یه ریزین توش. حالا بعضی هم مثلا اتون گوجه خوب قشنگ رنده کنیم، بله در اصل قلیه مایی گوجهش باید تو بشه. بعد حدود دو قاشق هم رو به گوجه این قدی شکنه برای که طعمش خوشمزه بشه. این رو به گوجهش و گوجهش هم چون قشنگ هم قاطی باید بکنید که جسمش بره. دوباره همین گوجه هم باید تو این سبزیون قشنگ تفت داده یا با قول بندی رو خمون سرخ بشه دیدو. تا چه بشه؟ تو هو بخو بکن. وقتی هو خوی کن دیگه تا مرحله بعدی که مایی بریزیم توش. خب الان نگاه کنی که مثلا این گوجهش لهن. الان بله گوجهش له بودی و آب هم خوی کردیدی و قشنگ الان مخلفاتش آمادن. ما بیاییم مایی هبو رتونی بکنی. همه مایی الان این مایی اسمش مایی بیاهه چاخن هم. نگاه کن تو دل یک پر چربینی ها، ایشون چربین چاخن، این اوماگستش هستی. این ندیده این مایی بیاه شکن اونا کن چقدر چربی شد. این چربی هم که ندیده همه مال اوماگستشه. این مایی خیلی به کاتو خشه بود. عقب نمک زه نی، بعدی که نمک زه اشوری قشنگ که بخور نمک سفت کن مویی که بو سمک و سهاری با گفت زبان فارسی بخاطر بوی بد مویی یکم مویی بود بدیش هستی. قاطی ایشون موادون شکنی لای موادون نخوابونی که چه بشه که قشنگ مویی بوی خشادت بوی عطر همی گوجه و سبزی و ایشون بگه. بعدش هم بخاطر خوشبو بودنش دوباره باز هم شکنی ای ادویه. البته ای ادویه بندری تشکیل بود تخم گشنیز، فلفل سیاه، فلفل سرخ، زنجبیل، خیل، خیل میشه همین هیل، هل فارسی. بعدش هم گل سرخ، زیره سبز، زیره سیاه و رازیانه و چهار تا دونه میخک. ایشون کلا ادویه بندری. یه ادویه بندری هم خیلی خوب از کاری قلیه مایی مال بندر ادویه خوشمزه شکن. الان این هم انوسیم قشنگ با حرارت خیلی کم تا این هم قشنگ تو خودش آب بکرده که بوی چه؟ بوی بد مایی جمع بشه. مرحله که در آخر وقتی که آب خوی کردی تقریبا مثلا 10 دقیقه ربع ساعت تو مایی توی مواد باید آب بکرده بخور. آخر در مرحله آخر تا تمر هندی خیس بکنی تو که مرحله آخرشه. تمر هندی هم این مارک تمر هندی تایلند خوبن. البته ایرانی هم هست که مثل لواشکه اوشون اصلا به درد ناخره. این نوشته میدن این تایلند، تایلند بهترین تمره. حتی به این هم مثلا این 4 تا دونه مایی الان دلش باز بکنم.
این مایی تقریبا این نصف تمر هندی میخواد. این تمر هندی باید توی قشنگ خیس بخره تا مرحله بعدش که وقتی ما بریزیم داخل مایی باید دو قاشق آرد هم بهش اضافه بکنیم و قشنگ مخلوط بکنیم در چی آخرش آب تمرین و آرده. البته ببخشید دستم تمیزنو قشنگی تو مشمال نکدم که هرچی خاصیت تمرین توی آبش بره که قشنگ بخیسه. به مرحله ای رسیدیم که چی آب تمرش بکنیم. قشنگ الان مایش تو چیش این شده، تو سبزیاش قشنگ تفت داده شده. بعد آرد میکنیم برای چی؟ برای لعابش. قشنگ یه توری هم بیارم صافش بکنم بخاطر که آشغال تمرش نریزه توش. یه ذره دیگه آب میخواد. با آردش یکم لاب پیدا که یکم آبش ده بیشتره کنین چون این واقعا آبش کمه. آب باید بشه که روی مایی قشنگ بگه. الان تقریبا 20 دقیقه دیگه باید جوش بخره تا قشنگ ده بشه قلیش به جا بکت و آماده بردن بشه. خب این بشه که مایی قدر یا قباد به قول زبان فارسی، یا مایی حلوان یا مایی زبیده بهش کن. این ما منشتی به چه به سرخ کنه. معمولی زردچوبه قردی آردش کنه. قدیمون همه به مایی شازه زردچوبه و فلفل و ایشو توشه کنین که قشنگ زرد بشه آردمون. بعدش دو قاشق ادویه هم توشه ریزه به بوی خوشمزه که تو به مایی بشه قاطع آردمون نکنه. یه ذره فلفل قرمزش مکنه بخاطر که به مایی سرخ کنه کمشه بشه تیز بشه. چون جنوب مثلا چون آب هواش رطوبتی حتما باید یا سیر مصرف بشه یا خیلی فلفل تند مصرف بشه. این هم از چی سرخ کردن ماهی آردش. بعدش دیگه انشالله وقتی روغن داغ مکه دیگه مرحله دومش بتونه اگم چجوری سرخ بکنه. خاصیت زردچوبه هم که خودتون ندونه که چقدر خوبه. یه مواد ادویه این که ضررش نین الحمدلله، هم به سرماخورده خوبه نو هم به بدن خوبه نو. این قاطی آردت که بایی بکنی وقتی مایی که تا سرخه کنی ماییت هم قشنگ زرده بود. اون تا ادویه هشتی که هم دو قاشق بسشه چون دیگه مزه تلخی و زمخت کرده این آردش. زرد به مایی سرخ کنه کوچی کسه که قشنگ که روغن بجوشه. قشنگ مایی رو تو آب، البته نه تخمرغی شما نه هیچی، مایی عقب نمیکزنی اشوری بعد با آردون که به شما توضیح اون رو اخوابانی داخل ادزی توی مرغ. یکی از خوشمزه ترین مایی جنوب همین مایی حلوا که خیلی بی‌آزار و خوشمزه است. برای سرخ کردن البته هر کسی یه طعمش هست. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و اگر خودتون دوست داشتید بتونید این غذای محلی خوشمزه رو درست کنید
البته که هر غذای محلی توی همون آب و هوا و توی همون شهر یه طعم دیگه ای داره. پس اگر بندر عباس اومدید، قلیه ماهی یا کاتوق بندری و ماهی سرخ کرده رو از دست ندید. نظرات خودتون رو برام بنویسید.